سلام دوستان عزیز به پیج اسکایتو خوش اومدین امروز میخوایم در مورد این موزاد صحبت کنیم که هواپیماها تا چه ارتفاعی میتونن پرواز کنن چه عاملی ارتفاع کروز رو مشخص میکنه ارتفاع ماکسیموم و ارتفاع توصیه شده چیه خطر پرواز در ارتفاع بسیار زیاد چیه و اینکه ارتباط این ویدیو با انفجار صوتی چیه پس مسیر زیادی در پیش داریم اول از همه باید تفاوت بین سرویس سیلینگ و ابسولوت سیلینگ رو متوجه بشیم سرویس سیلینگ که بهش حداکثر ارتفاع عملیاتی هم گفته میشه ارتفاعی که هواپیما با سرعت 500 پا در دقیقه اوجگیری میکنه این در حالتیه که تمام موتورها با حداکثر توان در حال فعالیتن و هواپیما با بهترین سرعت اوجگیری در کلین کانفیگوریشن در حال پروازه این ارتفاع برای هواپیمای 747-8 که خالی از مسافر و بار باشه 43100 پای اگه سرویس سیلینگ بوینگ 747-400 میدونید برامون کامنت کنید قرار حسابی قافل گیر بشید بریم ادامه ی ویدیو این ارتفاع حدیه که هواپیمای حاوی مسافر به طور قانونی میتونه پرواز کنه و معمولا پرواز در این ارتفاع فقط زمانی که سازنده قصد آزمایش هواپیما رو داره صورت میگیره در حالت معمول هواپیما تا هزاران پا پایین تر از سرویس سیلینگ پرواز میکنه دلیلش اینه که هرچه هواپیما سنگین تر باشه نیروی بالابر بیشتری مورد نیازه چون بالها فقط تا حدی میتونن نیروی بالابر رو تأمین کنن و این وزنه که مشخص میکنه اوجگیری با سرعت 500 پا در دقیقه یا همون سرویس سیلینگ در چه ارتفاعی صورت میگیره اما ابسولوت سیلینگ یا سقف مطلق چیه؟ همونطور که از اسمش معلومه نقطه که هواپیما بالاتر از اون نمیتونه بره و در صورت بالاتر رفتن دچار استال یا واماندگی میشه هواپیما های مسافر برای هیچ وقت تا این ارتفاع اوج نمیگیرن اگه ابسولوت سیلینگ بوینگ 747-8 میدونید اونم اینجا برامون کامنت کنید مطمئنم اونم براتون جالبه حالا که این دوتا مفهوم رو یاد گرفتیم میخوایم ببینیم چه عاملی مشخص میکنه که هواپیما در چه ارتفاعی باید پرواز کنه گفتیم وزن سقف پرواز مشخص میکنه اما چرا برخی هواپیماها تر از این ارتفاع پرواز میکنن؟ چون مشخصا هرچه هواپیما بالاتر پرواز کنه کارآمدتر و پربازدهتر خواهد بود دلیلش اینه که فاکتورهای دیگه ای هستند که باعث میشن هواپیما در ارتفاع پایینتر پرواز کنه برای مثال برج مراقبت ممکنه به ما اجازه پرواز در ارتفاع بالاتر نده چون در آن ارتفاع ترافیک پرواز وجود داره و یا ممکنه در ارتفاع پایینتر باد هم جهت وجود داشته باشه که پرواز در این ارتفاع کارآمدتر از پرواز در ارتفاع بالاتره این نکته رو هم بگم که هرچه وزن به دلیل مصرف شدن سوخت حین پرواز کمتر میشه میتونیم بالاتر پرواز کنیم و بهش میگن اوجگیری پلهای این اوج ها اغلب توی نقشه پرواز لیست میشه و اغلب به خاطر باد همجهت در ارتفاعات بالاتر در ماهای پایین تر جریان های هوایی و غیره صورت میگیره و باعث صرف جویی در مصرف سوخت میشه برخی ایلان ها هم به صورت لایو بهشون دستور داده میشه که افزایش یا کاهش ارتفاع بدن تا سوخت کمتری مصرف بشه یه هواپیمای مسافر برای معمولا کروز رو در ارتفاعی کمتر شروع میکنه مثلا 34 تا 36 پا و بعد کم کم ارتفاع به چهل هزار پا میرسونه و در نهایت هم به نقطه شروع فرود میرسه. اگه برج مراقبت اجازه بده خلبان میتونه درخواست اوجگیری پیوسته بده که در این صورت کروز طولانی تر میشه و اوجگیری مثلا حدود نیم ساعت طول خواهد کشید. این حالت هم از نظر عملکرد هواپیما خیلی خوبه و هم از نظر آسایش مسافر توی این دوازده سال من فقط یه بار این مدل اوجگیری رو تجربه کردم که درخواست اوجگیری از سطح 320 به 360 رو داده بود و سرعت اوجگیری 100 پا در دقیقه رو انتخاب کردم آیا میتونید حساب کنید چقدر طول کشید تا اوجگیری رو انجام بدیم؟ اگه تونستید حساب کنید اینجا برامون کامنت بذارید خب حالا نگاهی به این وینو یا کنترل احمودی بندازیم که در صفحه نمایش بوینگ 747 نمایش داده شده سه ارتفاع مختلف رو میتونید ببینید ارتفاع بهینه ماکسیموم و توصیه شده بریم ببینیم که هر کدوم چیه ارتفاع بهینه به وزن هواپیما بستگی داره یعنی با کاهش وزن در اثر مصرف سوخت ارتفاع بهینه افزایش پیدا میکنه شاخص هزینه در سرعت و میزان مصرف سوخت تاثیر داره در اینجا ما داریم در حالت اقتصادی پرواز میکنیم و شاخص هزینه سرعت ما را تعیین میکنه در اینجا هم مرزهای سرعت بیش از حد مشخص شده نکته ای که هست اینه که بادها ارتفاع بهینه رو تغییر نمیدن همچنین وقتی حالت LRC با زدن این دکمه فعال میشه ارتفاع کروس در حالت حداقل مصرف سوخت قرار میگیره حالا می رسیم به ارتفاع ماکسیمم. اول باید بگم که ارتفاع بهینه یا توصیه شده هیچگاه نمی بالاتر از ارتفاع ماکسیمم قرار بگیرن. عواملی که در تعیین ارتفاع ماکسیمم تاثیر دارن وزن کنونی هواپیماست. دمای هوای بیرون که هرچه سردتر باشه ارتفاع بیشتره. حد رانش چون هر موتور حد ارتفاع مشخصی داره و همچنین سرعت انتخاب شده که کمی بعد توضیحش میدم. مهمترین نکته اینه که هیچ وقت نباید به ارتفاع ماکسیموم رسید. ارتفاع توصیه شده اقتصادی ترین ارتفاع برای پرواز در 250 تا 500 نات بعدی رو نشون میده که بستگی به وزن، سرعت انتخاب شده، ارتفاع فشاری و به خصوص برنامه پرواز و بادها و دمای پیش بینی داره. برگردیم به سرعت انتخاب شده در مورد ارتفاع ماکسیموم. بعضی از شماها ممکنه این عبارت رو شنیده باشید گوشه کافین این عبارت مرتبط با شرایط خطرناکی که هواپیما بیش از حد اوج میگیره و به ارتفاع و سرعتی میرسه که دچار استال یا واماندگی میشه و نمیتونه بیشتر اوج بگیره همچنین به خاطر سرعت بیش از حد نمیتونه فرود بیاد اگه خلبان نزدیک به گوشی کافین پرواز کنه در خطر از دست دادن کنترل هواپیما قرار میگیره و خب هممون میدونیم این چقدر بده فرود باعث افزایش شتاب میشه و بنابراین هواپیما حد مکسیموم سرعت که بهش MMO یا حد اکثر عدد ماخ میگن و رد میکنه با برنامه ریزی مناسب میشه از رخ دادن این سناریو جلوگیری کرد تا هواپیما بیش از حد اوج نگیره و دچار استاد و سرعت بیش از حد نشه البته که هواپیما ها جوری تراحی شدن که سرعتهایی کمی بالاتر از MMO او رو تحمل کنن اما این به این معنا نیست که خلبان ها میتونن یا اجازه دارن به نزدیکی یا بالاتر از این عدد برسن اونا اجازه این کارو ندارن بی دلیل بهش گوشه کافین یا گوشه تابوت نمیگن چون نوار سرعت داره استاد و سرعت بیش از حد نشون میده اول ویدیو بهتون گفتم که گوشه کافین یه ارتباطی با انفجارهای صوتی داره وقتی هوا از بالای بال عبور میکنه سرعتش بیشتر میشه اگه سرعت هواپیما بیش از حد زیاد بشه سرعت جریان هوای عبوری به سرعت صوت یا بالاتر میرسه و در بالای بال موج ضربه ای ایجاد میشه وقتی همچین چیزی اتفاق بیفته نیروی بالابر به شدت افت میکنه و استکاک به شدت افزایش پیدا میکنه با افزایش یافتن سرعت هوا و قوی تر شدن موج ضربه جریان هوا مختل شده و پدیده ای به نام مکتاک رخ میده مکتاک باعث میشه دماغی هواپیما به سمت پایین متمایل بشه و سرعت فرود بیشتر بشه که شرایط رو بدتر میکنه در نهایت جریان هوا مختل میشه و سطوح هواپیما کارایشون از دست میدن و کنترل هواپیما از دست میره به بیان دیگه در اومدن از مکتاک غیر ممکنه برای همینه که خلبان همیشه حواسشون هست که به گوشه کافی نرسن توی فیلم و عکس قشنگه ولی در عمل اصلا چیز خوبی نیست اگه مشتاق در مورد ایرودینامیک سرعت بالای پرواز بیشتر بدونید توی کامنت بهم بگید تا توی ویدیوهای بعدی در موردش صحبت کنم اینم از ویدیوهای امروز ممنون از وقتی که برای تماشای این ویدیو گذاشتید حتما چند یوتیوب ما رو چک کنید زنگوله رو به صدا در بیارید حتما ما رو در اینستاگرام فالو کنید و از وبسایت ما دیدن کنید